سلام دوستان، به کلاس درس امروز ما خوش اومدید. توی جلسه های گذشته اومدیم اصول زیربنایی نظریه اعداد یعنی اصل استقرا و استقرا قوی و اصل خوش ترتیبی رو باهاشون آشنا شدیم. حالا میخوایم ببینیم که این اصول اصلا به چه کار میان. اگه تو ماشه همون اول گفتم که این اصول رو ما یاد میگیریم که باهاشون بتونیم قضیه های مختلف توی نظریه اعداد و همچنین توی مباحث دیگه ریاضی رو با هم اثبات بکنیم. خب اینجا میخوایم با هم الگوی اثبات توسط هر کدوم از این اصول رو یاد بگیریم. ببینیم وقتی میگیم میخوایم توسط اصل استقرایی رو ثابت کنیم مرحله به مرحله باید چه کارهایی انجام بدیم. خب پس این جلسه الگوی اثبات توسط اصل استقرا داریم. اصولا صورت مسائلی که به ما میدن که میخوایم توسط اصل استقرا ثابتشون کنیم به این صورته. میگن ثابت کنید برای هر عدد طبیعی این علامت یعنی هر چه باشد. هر چه باشد n عضو n یعنی برای هر عدد طبیعی مثلا حالت کلیش اگر n بزرگتر از یه عددی مثل a باشد مثلا خاصیت مثلا ستاره یه خاصیت دلخواهی از n برقرار است. این صورت مسئلهیه که به ما میدن و ما میخواییم توسط اصل استقرا اونو ثابت بکنیم. اگر تو ماشه تو جلسه پیشم بهتون گفتم وقتی که میخواییم از اصل استقرا ثابت بکنیم بهترین کار اینه که اولش بیان یک تابع فرضیه که اونو با حرف P نشون میدن تعریف بکنید. به این صورت که P I برای عدد طبیعی I خاصیتی از I باشه که اگر برای تمام اعداد طبیعی ثابت شود خود ثابت است. خیلی از موقع ها میایم تابع فرضیه رو همون خاصیتی میگیریم که خود صورت مسئله از ما خواسته ثابت کنیم برای همه اعداد برقراره، یعنی دیگه لازم نیست تابع جدیدی تعریف کنیم، ولی در حالت کلیش میایم یه تابع فرضیه از عدد طبیعی آی تعریف میکنیم. خب حالا میایم سه مرحله معروف اثبات توسط استقرا رو دنبال میکنیم. اولش گفتیم که پایه استقراست. پایه استقرا به این صورته که ثابت میکنیم تابع فرضیه یعنی P برای عدد طبیعی A که خود صورت مسئله گفته کوچکترین عددیه که به ازاش این خاصیت برقراره برقرار است. پس میام اینجا می‌نویسیم که P A معنیش چیه، یعنی A رو جاگذاری میکنیم تو این خاصیت ستاره و بعد زیرش اثبات پی ای رو می‌نویسیم که خیلی مقایت بدیهیه و برای کوچکترین عدد وقتی جاگذاری می‌کنیم یه چه بدیهی به دست میاد. گاهی هم یه اثبات مختصری نیاز داریم ولی بیشتر موقع خیلی بدیهی ثابت میشه که پایه استقرا برقراره. مرحله بعدی گفتیم که فرض استقرا هستش. به این صورت که میایم فرض می‌کنیم تابع فرضیه یعنی پی برای عدد طبیعی دلخواه n برقرار است. این میشه فرض استقرا. کاری که اینجا توصیه میکنم حتما بکنید اینه که بیاین پی n رو اینجا باز بکنید بنویسید، یعنی n رو حتما جاگذاری بکنید تو تابع فرضیه و اینجا بنویسید. بعدا میبینید که تو مرحله بعدی این باز کردن و نوشتنش خیلی بهتون کمک میکنه. مرحله بعدی همونطور که میدونید حکم استقرا هست که به این صورت هست که میخواهیم ثابت کنیم تابع فرضیه پی به ازای عدد بعدی یعنی n به علاوه 1 برقرار است. اگه بتونیم اینو ثابت کنیم اون وقت چون برای پایه استقرا پی برقراره و برای هر عددی برقرار باشه برای بعدیش هم برقراره، همینطوری میشه نتیجه گرفت با استقرا که برای تمام n‌ها برقراره. کاری که اینجا بکنید حتما باز اینه که بیاین پی n به علاوه 1 رو باز بکنید، n به علاوه 1 رو جاگذاری کنید بنویسید و بعد زیرش اثبات پی n به علاوه 1 رو بنویسید. اینجا میتونید از برای اثبات پی n به علاوه 1 از پایه و فرض استقرا استفاده بکنید به عنوان داده های مسئلتون و اگه بتونید این کار رو بکنید نتیجه میشه که تابع فرضیه برای همه n‌های بزرگتر از مثلا a برقرار است و در نتیجه اگه تابع فرضیه را درست
انتخاب کرده باشیم، اینجا ثابت میشه که حکم برقرار است و این اثبات توسط اصل استقرار رو کامل میکنه. اگر که یه موقعی خواستین از استقرار قوی به جای استقرار برای حل مسئلهتون استفاده کنیم، میبینیم که این دوتا خیلی شبیه به همن و در واقع استقرار قوی اصل استقرار رو داخل خودش داره. تنها فرق استقرار قوی با استقرار اینه که تو فرض استقرار، یکی فرقش تو فرض استقراره که اینجا میخوایم فرض میکنیم که برای عدد دلخواه n و همه اعداد کوچکتر از اون برقراره، و یکی دیگه اینجاه که وقتی میخوایم پی n به علاوه 1 رو اثبات کنیم، نه تنها از پایه استقرار و پی برقراری پی n میتونیم استفاده کنیم، بلکه از برقراری تمامی عددهای کوچکتر از n هم میتونیم استفاده کنیم. این دوتا فرق داره، وگرنه الگو همون الگو هستش. خب این هم از الگوی اثبات توسط اصل استقرار که تو مسئله های مختلف میتونید جاگذاری بکنید توی این مرحله ها و حکم رو اثبات بکنید. توی جلسه بعدی الگوی اثبات توسط اصل بعدی نظریه اعداد یعنی اصل خوش‌ترتیبی رو با هم بررسی میکنیم. تو جلسه درس بعدی میبینمتون.